در هشتمین روز حمله های طالبان بر شهر هرات، نبردها میان نیروهای امنیتی و مردمی با طالبان در این شهر ادامه دارند. اینجا در حوزه هفتم شهر هرات که نزدیکترین بخش به مرکز این شهر است، همکنون درگیری ها ادامه دارد. مسیری که فعلا ما و شما هستیم، این قریه به نام غیبتان است، قریه هیوادی است. مدت 3 روز میشه که در اینجا جنگ است. در این جنگ دیروز اگر شما اینجا حضور می داشتید، تقریبا حدودا 10 نفر دشمن تلفات داشت. محمد اسماعیل خان، رهبر جبهه مقاومت مردمی که رهبری نیروهای مردمی را در خط نخست نبرد در غرب شهر هرات به عهده دارد، میگوید که جنگ شهر هرات از سوی پاکستان رهبری می شود. با صراحت میگیم که جنگ پاکستان افغانستان است. جنگ طالب نیست، طالب ابزار است، واقعا ابزار است. و ملت افغانستان همون ترتیبی که اسارت امریکا، اسارت روسار و اثارات سایر ابرقدرت‌ها را قبول نکردند، اثارات پاکستان را باید قبول نکنند. این سربازان که در خط نخست جنگ در برابر طالبان مبارزه می‌کنند، می‌گویند که به طالبان اجازه نمی‌دهند تا وارد شهر هرات شوند. دشمن به امیر رضا زیاد کوشش کرد که داخل شهر شه، ما تا یک قطره خون به وجود ما باشه، ما در مقابل از این تروریست‌های طالب استاد هستیم. طالبان را دیگر زیاد عقب نشین دادیم، پیشروی کرده بودند، پس گرفتیم جای از پیشان و انشاءالله گرفتم نمیتونم. در نبردهای یک هفته پسین در شهر هرات، صدها خانواده از بخشهای جنوب و غرب این شهر از خانه هایشان فرار کردند. جنگ خلی یک استالی با میه به سر بلوغو با پس می جمع میرم، مدام همی بیچوره هم بازاب هم با پشت بومد اکادم پیکا اینا بده، اکادم تیفنچا اینا بده، اکادم تیریشا بیتیم بلویتا بیتیم. ما هم باید سویلی ها خود ها کدوم بیدم بادم سعی کدیم این هم پشت می بوم هم. بر بنیاد آمارهای شفاخانه حوزه هرات، در 24 ساعت گذشته 15 غیر نظامی و 3 نظامی در نبردهای شهر هرات زخمی شدند و 2 تن از اعضای جبهه مقاومت مردمی جان باختند. همچنان مقامهای امنیتی هرات میگویند که در یک شبانه روز گذشته بیش از 30 طالب مسلح در این ولایت کشته شدند، اما طالبان در این باره چیزی نگفتند.